سلام رفقای خوب من توی یوتیوب، مرسی که بازم ویدیو منو دارید نگاه میکنید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یه ویدیو خیلی جذاب دیگه. امروز اومدم یه کار خاص انجام بدم. قرار نیست که یه دونه آهنگ آموزش بدم، قراره که برای بچه‌هایی که تازه شروع کردن و چند تا آکورد سردسته بلدن یا اصلا بلد نیستن، الان میخوام بهشون یاد بدم، با چند تا ریتم خیلی ساده بتونن چند تا آهنگی که دوست دارن رو بزنن و آکورداشو براتون ساده کردم که اینجا بهتون بگم و خیلی راحت بتونید هر آهنگی که دوست دارید رو بزنید. حتی از این بعد میتونید درخواست بدید که آهنگا رو، هر آهنگی رو دوست دارید براتون ساده شدهش رو توی این سری از ویدیوهامون که اسمش آهنگای ساده هست براتون بذارم، که یادگیری آهنگای ساده رو قراره اینجا داشته باشیم با چند تا آکورد سردسته خیلی ساده. حتی بعضیاش اگه باره دار بوده، من اومدم این دفعه براتون خیلی سادهش کردم که بتونید به راحتی اینو آموزش ببینید. خب ما چه آکوردهایی احتیاج داریم برای این؟ بچه‌ها من متاسفانه باز قرار نمیرسم که بخوام برای اینا PDF و خودشو آماده کنم. خودتون یه لطفی بکنید دیگه، شعر آهنگ رو بنویسید که الان من دارم میخونم. هر جا که رو هر آکوردی میرم بالای سرش خودتون برای خودتون یه یادداشت بردارید و از روش بزنید دیگه، از این دیگه ساده تر نمیشه. همینجوری که ویدیو رو دارید نگاه می‌کنید یه قلم کاغذ هم بیارید این کارو انجام بدید. خب من اول آکوردا رو براتون توضیح بدم بچه‌ها، چه آکوردهایی قراره بلد باشیم برای این موزیک هایی که کلن میخوام توی این سری از ویدیوها توضیح بدم که این قسمت اولشه. آکورد اولی که باید بلد باشیم لا مینور. خیلی هاتون بلدید لا مینور چیه؟ انگشت اول فرت اول سیم دو، انگشت دو فرت دو سیم چهار، انگشت سه فرت دو سیم سه، این میشه لا مینور. توی آهنگا با ای بزرگ ام کوچیک نمایشش میدن، که اگه خواستید بالای سر شعرتون بنویسید اینو با ای ام نمایش میدید، این میشه لا مینور ای ام. آکورد بعدی که لازمه یاد بگیریم همین آکورد، اگر ما سه تا انگشتمون رو یک سیم بیاریم بالا، یعنی سیم 3 فرت 1، سیم 5 فرت 2، سیم 4 فرت 2، میشه آکورد می ماژور با ای نشونش میدم، می ماژور با ای. بچه ها سعی کنید دقیقا با نوک انگشت بگیرید که این سیم های پایینیتون رو خفه نکنید با انگشتاتون و تمام سیم ها صدا بدن و فشار هم وارد کنید به سیم ها دیگه. اولش هم عادی اگه دستتون درد گرفت. آکورد بعدی که ما لازمه یاد بگیریم آکورد می مینوره. این می ماژور بود، یک رو بردارید میشه می مینور، ای ام. حالا ای ام می مینور. آکورد بعدی که لازمه یاد بگیریم ری مینور دی ام، ری مینور دی ام. اینو میذارم فرت یک سیم یک، فرت دو سیم سه، فرت سه سیم دو، ری مینور دی ام. آکورد بعدی که لازمه بلد باشیم آکورد سول ماژور هست، جی. آکورد سول ماژور کافیه اینو بزنید فرت دو سیم پنج، فرت سه سیم شیش، فرت سه سیم یک، جی سول ماژور. و اف که بچه باره داره ولی قرار نیست این دفعه بارش رو بگیریم و دقیقا این آکورد فا ماژور نیست، اسمش آکورد فا میج سونه ولی میتونیم به جای فا ماژور ازش استفاده کنیم. اینو میذارید فرت یک سیم دو، فرت دو سیم سه، فرت سه سیم در اصل چهار، میشه فا میج سون که به جای اف یا همون فا ماژور ازش استفاده میکنیم. و آکورد دو ماژور اینو میذارید فرت یک سیم دو، فرت دو سیم چهار، فرت دو سیم، فرت سه سیم پنج، میشه دو ماژور با سی نمایشش میدن. این آکوردهایی که ما لازمه بلد باشیم. خب حالا چه آهنگایی رو میخوایم بزنیم؟ اولین آهنگی که میخوایم یاد بگیریم آهنگ محسنگانه هست، بهت قول میدم. بچه من تمام ریتم هایی که الان اسمشون رو میگم رو تو کانال با همون اسم آموزش دادم، اگه دوست داشتید کامل آموزش رو با فینگر و پیک ببینید برید تو کانال اونو ببینید، ولی حالا یه توضیح کلی بهش میدم. ریتمی که برای این آهنگ میخوایم بزنیم ریتم 4/4 رومبا هست، که یک میزنم رو سیم های بالایی و دو رو چیزی نمیزنم، و بعد دو رو میام بالا رو سیم های پایینی، سه آپوگادو میزنم، آپوگادو هم میدونید که ضربه که میزنیم دستمون اینجا رو سیم ها رو میگیره همزمان، میشه سه، و رو دوباره میام بالا، چهار پایین رو سیم های پایین و هم بالا رو سیم های پایین، یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار، یک و دو و سه و چهار. خب آکوردهایی که این آهنگ داره همون لا مینور ای ام، سول ماژور جی، فا ماژور اف و می ماژور ای هست. بریم
خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی. این بازی هر روزه نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره. دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. بهت قول میدم سخت نیست، لااقل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش. هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. بچه کل این آهنگ اگه هر آکورد و 4 بار روش ریتم بزنید و تعویض کنید کل این آهنگو میزنید. حالا اگه خواستید همینو تو گام اصلیش بزنید به این وسیله کاپو احتیاج دارید. بچه این کاپو رو اگه ببندید از فرت پنجم، خب اگه از فرت پنجم این کاپو رو ببندید و دقیقا همین آکوردهایی که گفتم رو فرض کنید، این سر دستتونه الان. لا مینور رو، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور رو از اینجا اگه بگیرید، این میشه گامی که محسن گانه تو کنسرت میخونه که توی اون ویدیو کنسرتی دیدیم. اگه خواستید که گام آهنگ اصلیشو، اون آهنگ صوتی اصلی رو بزنید، این کاپوتون رو از فرت 4 ببندید و باز همین آکوردا رو بزنید. هر کدوم رو 4 دور که بزنید آهنگ در میاد دیگه. حالا اگه من بخوام مثلا تو همین گام آهنگش براتون یه ذره‌شو بزنم، مثلا بریم از اون قسمت اولشو از قسمت دوم بزنیم. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت برم. مایی وجود داره خود بچه. من به خاطر کپی رایت این آهنگ قطعا کپی رایت میخوره، چون که توی یوتیوب شناخته شده هست و توی یوتیوب هست، قطعا کپی رایت روش میخوره. من به خاطر من آهنگا رو نمیتونم زیاد کامل بخونم، ولی حالا در همین حدی که لبخونی کنم و بعضی جا رو بخونم این کارو میکنم که کپی رایت نخوریم. این میشه در مورد این آهنگ که میگم هر آکورد اگه 4 دور بزنید عوض کنید این ساخته میشه. فقط در مورد خوندنش بگم، ببین میخوای بخونید میشه خودت، اول خودتو بگید بعد ریتمو شروع کنید. مثلا نوتتونم از نوت دقیقا لا شروع میشه، فرت 2 تون. خودت میخوای بری خاطرشی، دقیقا اگه از لا بزنید بخونید کل آهنگ در میاد. و فقط خودتو بگید بعد ریتمو شروع کنید. این همشه نکات خوندنش که خدمتون گفتم. بریم آهنگ بعدی، فوق العاده پرطرفدار، آهنگ تقدیر شادمهر. بچه تقدیر رو میخوام با یه ریتم خیلی ساده بهتون میگم. من تقدیر و همین بیت قلمنم رو آموزش دادم جداگونه با آکورد اصلی. الان میخوام خیلی ساده بهتون بگم با این ریتم 2/4 راک بزنید. باز اینم تو کانال هست آموزش رو بدم. الان 1 روی سیم های بیس و بالا رو تریبل، 2 آپوگادو دوباره و بالا رو تریبل، 1 و 2 و 1 و 2. آکوردایی که تو این آهنگ داریم بچه همین لا مینور رو داریم، سول ماژور جی رو داریم، فا ماژور اف رو داریم، ای ام می مینور رو داریم، دی ام ر مینور رو داریم و دو ماژور سی رو داریم که الان اگه بخوایم بزنیم میشه باید تو رو. این هم بچه باز از این لا شروع میشه. و اگه خواستید این آهنگم تو گام اصلی بزنید کاپوتون رو ببندید فرت 3 و از بعد این بزنید. این میشه تو گام اصلیش، ولی اگه از اینجا بزنید خب گام اصلی نیست. برای بچه‌ای که کاپو ندارم میتونید از همینجا بزنید. پس میشه از این نوت شروع میشه باید تو رو، میتونید باید تو رو از رو ریتم بزنید. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تقصیر نیست با این که بیتابه منی، بازم منو خواهی
با یه جمله مثل من میتونم اون لحظه آخر از رفت بشیم دلگیرم از شهر سر این کوچه بچه یه آهنگ ساده دیگه است که اینو میتونی بری تو ویدیو خود آهنگ تقدیر آکورداش اونجا هست میتونی از اونجا بردارید، یعنی دیگه اگه کاملشو خواستید این آکورد کاملشو دقیقا اونجا همینجوری بغل صفحه براتون گذاشتم میتونی برید اینو از اونجا بردارید. یه ذره فکر کنم که ما اینجا ویدیومون داره سنگین میشه به خاطر همین یه ذره یه چند تا نویز داریم که امیدوارم به خاطر پیکاپ گیتاره باشه نه سنگین شدن این. اینم بچه هم میشه کاری که پس بعد تا اینجا انجام بدیم، بس آهنگ های ساده که الان تا اینجا توضیح دادم یا آهنگ ساده دیگه که باز میتونیم با همون ریتم 4-4 رومبا که برای بیتخول میدم توضیح دادم بزنید و دقیقا با همون آکورد های بیتخول میدم هست آهنگ اگه یه روز بری سفره، آهنگ سفر یا همون اگه یه روز از فرامرز اصلانی باز با همین اگه یه روز. بچه این آهنگ دقیقا با همون ضربه اولیتون شروع میشه، از نوت می هم هست نوت اولش. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر دوباره بیستم میشم به شب میگم پیشم به به باد میگم تا صبح بخونه این هم بچه خیلی ساده است. حالا مثلا قسمت دومش بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری اگه فراموشم کنی شب میگم پیشم بمونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنهام میذاری اگه یه روز اینو به تو دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دباشه بره توی تموم جونم باز بره تو باز به راحتی. بچه ها اگرم خواستید مثلا از تو سایت ها این کار رو انجام بدید خیلی راحته، معمولا اگه تو حالا اون سایتی که هستید بعضیاشون معمولا اشتراک میخوان ولی اگه اشتراک نمیخواستن میتونید برید از اون قسمت بالا که میتونید تغییر گام بدید بذارید روی AM یا روی A یا E اگه بذارید می یا لا یکی از اینا اگه بذارید آکورداش ساده میشه دقیقا میشه جز همین آکوردهایی که بهتون گفتم ریتمارم که همه رو آموزش شدم. من حالا خیلی آهنگ با آکوردهای حرفه‌ای و باردار و آکوردهای سخت آموزش شدم، گفتم این چند تا هم با آکورد ساده بگم برای بچه‌هایی که دوست دارن حالا چند تا آهنگ بزنن با همون آکوردهای ساده بتونن این کارو انجام بدن وگرنه توی یک دوره‌ای که من به صورت ویدیویی آماده کردم تمام آکوردها رو حتی 7 ها 9 ها 6 ها اینا رو توضیح دادم توی اون دوره و تمام ریتم ها رو از ساده ترین ریتم تا پیشرفته ترین ریتم برای کسایی که دوست دارن اینا رو یکجا داشته باشن و حتی پاساژ ها که برای وصل کردن قسمت های مختلف آهنگ به هم دیگه است اینا رو تو آهنگا گفتم، آرپژ ها رو حتی نحوه ساختشون رو بهتون یاد دادم، همه اینا رو که یکجا بهتون گفتم پشتیبانی دائمی و رایگان هم داره و
آپدیت دائمی و رایگان هم داره، میتونید این پکیج هم اگه خواستید از من تهیه کنه میتونید به آیدی اینستاگرام پیام بدید، یا برای کلاس های آنلاین و آفلاین گیتارمون هم میتونید به همون اینستاگرام من پیام بدید، راهنماییتون میکنم و میتونیم در خدمتتون باشیم. مرسی بچه ها، آهنگای درخواستیتون رو حتما بهم بگید که به زودی براتون ویدیوشو بسازم و آپلود کنم که بتونید ازش لذت ببرید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. بچه ها ویدیو رو لایک کنید لطفاً، اگه چنل رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید برای حمایت از من این کار. این کانال برای خودتونه و قراره که ما توی این کانال بتونیم با همدیگه گیتار رو پیش ببریم و یاد بگیریم، چیز خاصی نیست و من قراره که دیگه تمام وقت بیام توی این مسئله و به عنوان یک مدرس تمام وقت توی یوتیوب باشم. پس لطفاً بچه‌ها حمایت کنید از من که چنل من پیشرفت کنه و بتونم ویدیوهای بیشتر براتون بذارم و انگیزه بشه برای من. پس لطفاً بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت انگیزشی بذارید، سوالاتتون رو اصلا بپرسید، یا سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردی، حیفه واقعاً، از این کانال استفاده کنید. حتماً بچه‌ها ویدیوها رو ببینید، پر از نکات آموزنده است. مرسی که همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی که با هم داشته باشیم، خدا نگهدار.